درود بر شما اینجا کیوسک است و در دقایق آینده با اخباری فوری و فوقلاد مهم در خدمت شما عزیزان هستیم شجاعت بانوی ایرانی در برابر دادگاه انقلاب و قاضیان جلادش مردم دیگر ترسی از سرکوب ندارند فاجعه جدید زیر سایه جمهوری اسلامی زمین و زمان از دست ملاها در امان نیستند اما قبل از مشروع این اخبار توجه شما را به ویدیویی منتشر شده در اینستاگرام که بانوی را نشان می دهد که بدون هجاب اجباری در بازار وکیل شیراز ترانه شب زده با صدای ابی را بازخوانی می کند. این خانم با انتشار این پست نوشته با ترس و کمی استرس توی بازار وکیل زدم زیر آواز و چه حسی قشنگتر از این امید که با هم خورشید و بیرون بیاریم نه بخون جست و جوی شغایه <تصفح> کنار ما باشه محسون انتظار بحاری کنار ما باشه محسون در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم شجاعت بانوی ایرانی در برابر دادگاه انقلاب و قاضیان جلادش مردم دیگر ترسی از سرکوب ندارند در ادامه شجاعت های زنان ایرانی و مقاومت جانانه آنها در برابر حجاب اجباری روز گذشته ویدیویی از سوری بابایی چگینی منتشر شد که در آن با شجاعتی مثال زدنی میگوید آماده است که بدون حجاب و با پوشش اختیاری به دادگاه و نزد قضات عصر حجری نظام برود و از بازداشت و زندان رفتن ترسی ندارد. 21 تیر 1401 برای دفاع از حقوق زنان اعتراض کردم و خواهان اصلاح قانونهای غلط ضد زن شدم که کمتر ما زنان را مورد تبعیض و قرار بدم. ولی مسئولین به جای رسیدگی به اعتراضم جواب اعتراضم را با ظلم دادند و من و نه ما در زندان محبوس کردند و از شنیدن صدای عزیزانم فرزندانم منو محروم کردند حتی از عزیزان آنها، من محروم کردن ولی میبینید که من هنوز رو حرفم ایستادم چرا که حرفم به حق بوده در راه حق سکوت نکردن و جان دادن افتخاره نه اینکه سکوت کنی زیر بار ظلم و ستم برید تا اینکه بخواد جونت حفظ بشه جدیدن برام یک حکم تبلیغ علیه نظام ساده شده و منو به یک سال حبس حکم نمودن از خانواده هم خواستن یعنی از پدرم خواستن که من رو تا سی روز دیگه تبدیل دادگاه بدن الان 15 روز از اون گذشته 15 روز دیگه من بعد خودم به دادگاه معرفی کنم و به پدرم گفتن که اگه مجدد دخترتون با هم پوشش که خودش دوست داره اینجا بیاد براش بد تموم میشه اینجا میخوام به اون مسئولین بگم داد گستری داد با یک مکان عمومی و جزی از جامعه است و حق انتخاب پوششم، هم پوشش هم باید یک کمر اختیاری باشه نه اجباری من مجدد با همین پوشش میرم به احتمال زیاد میکنن و در زندان محبوسم کنن و مجدد به اعتمال زیاد ممنوع تماس و ممنوع ملاقات میشم خیلی هم به میگن که تو تنهایی و مرد هیچ حامی نداری از مردم میخوام که از تمام هموطن که منو حمایتم کنم کنن تا بهشون ثابت بشه حرف ما مردم یکی از و خواست یکی. یکیه و کنار هم هستیم با اتحاد میجنگیم تا به حقمون برسیم اگه از اون باشه من گفتم علیه سکوت خودم قیام کنم این قیام ادامه داره تا زمانی که یاد بگیرن به دختران و زنان شجاع سرزمینم هم نکنن و به خواسته هاشون اهمیت بدن جانم فدای تک تک تار موهای دختران و زنان شجاع سرزمینم جانم فدای خونهای ریخته جوانان کشورم جانم فدای در خبری دیگر حکومت در اوج وقاحت بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای تهران را آغاز کرده است بعد از شکست پروژه ارعاب دوباره خشونت و بازداشت زنان تشدید شد امروز در نقاط مختلف تهران ونهای گشت ارشاد با پشتیبانی لندکروزهای پلیس جمهوری اسلامی گشت زنی و بازداشت وحشیانی زنان را آغاز کردند کاربری در این ارتباط نوشته است اواخر سال 2022 بود که فرناز فسیحی در نیویورک تایمز این خبر رو زد که گشت ارشاد جمع شده. بسیاری از فعالین حقوق بشر در این مورد ابراز خوشحالی کردند اما حالا در مقابل این اتفاق و این ایجاد رعب و وحشت سکوت اختیار کردند. در همین ارتباط انتشار تصویر احکامی که بر اساس آن افراد به دلیل رعایت نکردن هجاب در دادگاه به انجام کارهای چون شستن میت در قسالخانه انجام امور نظافتی و مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی محکوم شده اند نه تنها با بازخورد منفی جامعه مواجه شده است بلکه حقوقدانان مفاد آن را نقض قوانین مجازات اسلامی دانستند علی خالقی استاد حقوق دانشگاه تهران با بررسی حکم صادره در خصوص رعایت نکردن حجاب یک رزیدنت پزشکی که دادگاه او را به انجام امور نظافتی محکوم کرده است این حکم را مقایر با ماده 64 قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم را مصداق تعیین اعمال شاقه برای تغییر و آزار معرفی کرده است خالقی این حکم رزیدنت مبنی بر من از اشتغال را هم نقض ماده 87 قانون مجازات اسلامی دانسته و از قوه قضاییه برای صدور چنین احکامی انتقاد کرده است این حکم همچنین با واکنش برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است که آن را مصداق تحقیر کارگران خدماتی دانستند حکم صادر شده دیگر را محمد حسین اسماعیل مورینه قاضی شعبه 104 دادگاه کیفری در ورامین صادر کرده و بر اساس آن فردی که در هنگام رانندگی هجاب نداشته به حضور در قصالخانه و شستن میت محکوم شده است موژگان اینانلو مستندساز در صفحه اینستاگرامش با اشاره به این حکم آن را توهین به کارکنان قصالخانه دانسته و نوشته است مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریف قصال نیست مجازات ما دیدن روی شماست روزنامه فرهیختگان از رسانه های اصولگرانیز صدور چنین احکامی را بازدارنده ندانسته و از قوه قضایی پرسیده است چرا باید یک ثواب الهی مانند شستن میت به عنوان جریمی در نظر گرفته شود این روزنامه احکام این چونینی را قرار دادن دین در برابر دین دانسته و پرسیده است صدور این حکم چگونه میتواند در پایبندی به هجاب و جلوگیری از کشف هجاب تأثیر مثبت داشته باشد برخی کاربران در رسانه های اجتماعی نیز با یادآوری حدیث مشهور پیامبر اسلام که در آن آمده است هیچ مؤمنی نیست که میتی را قسل دهد مگر اینکه حرارت آتش از او دور شود و خداوند مسیر عبور او از پل سرات به مقداری که صدایش میرسد را وسعت بخشد حکم صادره را توهین به احکام دینی تلقی کردند در حکمی دیگر آزاده سمدی بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل برسر داشتن کلاه به جای هجاب اسلامی به ممنوعیت فعالیت در رسانه های اجتماعی به مدت شش ماه و مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی برای درمان رفتار ضد اجتماعی خود محکوم شده است. در حکم صادره رعایت نکردن هجاب اجباری مصداق بیماری روحی اعلام شده است که به شیوع هرزگی منجر می شود. حقوقدانان میگویند قاضی در مقامی نیست که بیماری روانی در افراد را تشخیص و دستور به درمان دهد چرای سینمایی مطرحی نیز در اعتراض به این حکم آن را توهین به جامعه فرهنگی دانستند ترانه علی دوستی از قوه قضایی سوال کرده است اگر بر سر داشتن کلاه بیماری روانی تلقی می شود چرا سریال شهرزاد که در آن بازیگران زن کلاه بر سر داشتند مجوز پخش دریافت کرده است علی دوستی ارزام آزادی سمدی به دریافت گواهی سلامت را به سخره گرفته و نوشته است دکتر هم که هستی آقای قاضی مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما نیز حکم صادره را توهینآمیز دانسته و آن را ناقض شدید حریم شخصی و وهن دستگاه قضایی تلقی کرده است اگر هدف احکام صادره اخیر برای مقابله با حجاب اجباری ایجاد حراس میان زنان ایرانی باشد به نظر می رسد بر اساس واکنش جامعه این احکام نتوانسته است باعث کنترل نافرمانی مدنی برابر هجاب اجباری شود با مرور آنچه در موضوع هجاب پس از آغاز اعتراض به قتل محسا امینی رخ داده است می تأکید کرد زنان ایرانی در برابر تهدید و ارعاب نیروی انتظامی قوه قضایی و روحانیون و تندروی حکومت هر بار گسترده تر در عرصه های عمومی ظاهر شدند مقاومت مدنی که سبب شده است رسانه های همچون کیهان به سراحت خواستار بازنگری در طرح افاف و هجاب شوند و از مجلس بخواهند شدت عمل بیشتری برای کشف هجاب اجباری از خود نشان دهند. در آستانی سالگرد آغاز تراس ها به کشته شدن محسا امینی در گشت ارشاد جمهوری اسلامی و خیزش مردمی به نظر میرسد حکومت از بازگرداندن شرایط هجاب اجباری به پیش از شهری در 1401 در عرصه عمومی ناتوان است و این موضوع موجب سردرگمی ارکان مختلف تبلیغی، قضایی و انتظامی نظام شده است. فاجعه جدید زیر سایه جمهوری اسلامی زمین و زمان از دست ملاها در امان نیستند. اخیرا ویدیویی از یک ترک بزرگ به طول 76 کیلومتر از نزدیکی طاهرآباد کاشان تا نزدیکی قوم منتشر شده که حاکی از رقم خوردن بزرگترین فرونشست ایران است. کانال اصر ایران در تلگرام گزارش ویدیویی دوازده دقیقه‌ای در این مورد منتشر کرده است. بهرام نادری عضو کارگروه نشست زمین در استان اصفهان در این ویدیو با حضور در میدان نزدیک بودن ترک های فرونشست و یک جاده در دست احداث را نشان میدهد. در حال حاضر طبق ویدیوی منتشر شده به نظر بزرگترین فرونشست ایران در شهر کاشان رقم خورده است. محل ایجاد این ترک از نزدیکی تاهرآباد شروع شده پس از 76 کیلومتر به نزدیکی شهر قم میرسد این ترک عظیم به وضوح بیانگر تخلیه آبهای زیرزمینی بوده که در مسیر خود تأسیسات راهسازی و حتی احتمالا تأسیسات مربوط به برق و آب و گاز را نیز تهدید خواهد کرد فکر کنم بتونه دوربین این شیب رو بگیره اینجا دست من رو نگاه بکنید به این صورت وقتی که این شیب بیشتر پیدا بکنه اگر پوست دست من نخواد کش بیاد ترک میخوره. این دقیقا همین اتفاق افتاد یه قسمت نشسته بیشتر یه قسمت نشست کمتر که شما دقیقا میتونید ببینید دیگه یعنی توی همین قسمت نگاه بکنید من واسم مشخصه اینجا نشسته بیشتر رو داره این قسمت اینجا نشسته گمتر این اتفاق افتاده درک خورده کاشان و دشت مشرف به آن یکی از بحرانی ترین نقاط ایران است که با تنش شدید آبی دست به گریبان شده با این حال همچنان این شهر مدیریت درست بحران آب ندارد میزان مصرف آب در کاشان گاهی بیش از 200 لیتر در شبانه روز برای هر نفر است یعنی دو برابر مصرف جهانی تبخیر در این دشت بیش از 3000 میلی لیتر در ثانیه است و سال 1395 اغلب کارشناسان هشدار بحران جدی آب در کاشان داده بودند توی این قسمت باز ما ترک ها رو تو اونجا داریم این قسمت ترک رو داریم اختلاف رو هم به راحتی باز میشه دید و میاد توی این قسمت که یک فروچاله هست که یه قطر حدودا 8 متر و یه عمق حدود 7 متر رو تقریبا دار که عمق رو هم میتونیم ببینید یک فروچاله هست یعنی به صورت یک کاسه این پایین رفته دیگه کاسه ها رو میتونیم به این صورت ببینیم فروچاله زمانی به وجود می آید که زیر سطح زمین دیگر هیچ خاک نگه ای وجود ندارد و کاملا خالی شده باشد اینجاست که ناگهان زمین دهان باز می کند و چاله ای به این بزرگی به وجود میآید. آید. همکنون شهر کاشان در شرایط تنش آبی به سر میبرد و در صورتی که مدیریت بحران آب انجام نشود کاشان و شهرهای کوچک اطرافش مشکلات فراوانی را تجربه خواهند کرد با این حال بدترین قسمت این ماجرا آنجایی رقم خواهد خورد که این فرونشست عظیم زیر شهر کاشان هم رخ داده باشد و کسی هم فعلا از آن مطلع نشود به نظر یکی از علل مهم ایجاد چنین ترک بزرگی برداشت بیرویه آب از سفره زیرزمینی است در واقع کشاورزی بزرگترین دلیل بروز بزرگترین فرونشست ایران به شمار می آید اما کشاورزان منطقه همچنان طالبی و هندوانه که از جمله آب برترین محصولات کشاورزی هستند را می کارند. این در حالی است که در مسیر این ترک عظیم یک جاده در دست احداث کمربندی میان تاهرآباد و کاشان و چندین جاده خاکی روستایی که بیشتر محل تردد کشاورزان است وجود دارد شواهد حاکی از آن است که به صورت نچندان آشکار این شکاف بزرگ روی جاده ها و کانال های آب تاثیر گذاشته است خبرگزاری تصنیم در فروردین 1401 در گزارشی راجب فرونشست در کاشان خبر از زلزله های خفیفی داده بود که در اثر این واقعه صورت می گیرند. تصمیم نوشته بود فرونشست در منطقه کاشان امروز یک تهدید تلقی می شود چرا که در مناطق مختلف کاشان نظیر طاهرآباد طول، عرض و عمق این فرونشست ها شگفتانگیز است به گونه ای که امکان تردد افراد از آثار این فرونشست ها وجود دارد بحران آب، فرسایش خاک و فرونشست زمین هر روز گستره بیشتری از جغرافی های ایران را درگیر می کند. بر مبنای گزارش های کارشناسی، نزدیک به 35 میلیون نفر از جمعیت ایران در سال به کمتر از 1000 متر مکعب آب دسترسی دارند و بخش های زیادی از کشور وارد جدی ترین تنش آبی شدند. در این میان، وضعیت استانهای اصفهان، فارس و خراسان رضوی هولناک است، کارشناسان میگویند ادامه این شرایط مهاجرت های اقلیمی گسترده ای را در پی دارد و ممکن است به فروپاشی بخش های شمالی ایران بیانجامد. محمد درویش کارشناس حوزه آب که پیشتر نیز درباره وضعیت نگران کننده فرونشست زمین در استان اصفهان هشدار داده بود در گزارش جدید با استناد به آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان زمینشناسی گفت بدترین اوضاع را در اصفهان داریم این استان با گسترده ترین فرونشست ها مواجه است به طوری که فرونشست به داخل شهر رسیده و شبکه فاضلاب را نیز شکسته است به گفته درویش میزان طراز منفی اصفهان 13 میلیارد متر مکعب چیزی حدود 20 رودخانه به اندازه زاینده رود است گزارش های کارشناسی نشان میدهند فرونشست زمین زندگی میلیون ها نفر در اصفهان را تهدید کند و زیر ساخت های شهری و بناهای تاریخی شهر نیز در معرض نابودی هند. روزنامه همیهن روز 17 خرداد خورداد در گزارشی از ایجاد شکاف ها و ترکهایی در بناهای تاریخی اصفهان از جمله مسجد جامع عباسی، مسجد حکیم، مسجد عتیق، بقعه شهشهان، حمام وزیر، مسجد و حمام علی قلی مسجد سید، سی و سپل و پل خاجو در پی فرونشست زمین خبر داد. نتایج تحقیقات سازمان زمین شناسی نیز نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد دشتهای ایران به علت فرونشست زمین در وضعیت قرمز قرار دارند. طبق اعلام کارگروه ملی مخاطرات طبیعی هم بالغ بر 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطقی زندگی می کنند که پدیده ی فرونشست زمین در آن بحرانی است. گزارش های وزارت نیرو نیز نشان می دهد مقدار آبی که طی چهار گذشته از سفره آب زیرزمینی ایران برداشت شد 130 میلیارد متر مکعب بیشتر از ورودیان بود. این آمار معادل پنج دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه است بینندگان عزیز به پایان این برنامه شبانگاهی از کیوسک رسیدیم یادتون باشه با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خود در قسمت کامنت ها یاری رسانه تیم خبری ما باشید